توی کمتر از یه رو فقط باید اون کتربل ساده میخوایم حسابی بدن رو تمرین بدیم. نکته ای که هستش این تمرینات نیاز به هیچ فضای خاصی نداره و به راحتی حتی توی منظر هم میتونین اجرا کنین. اگر کتربل داشتین حالا دیگه میذارم وضعش انتخاب خودتون و شرایط و توان خودتون هستش، حالا سابقه تمرین این داستان ها، وضعیت بدنی. و نکته دیگه اگر به حد دلیل کتربل هم نداشتین، دمبل هم در بر خرید کنید میتونه تا حد زیادی براتون کمک کننده باشه. و این کتربل ساده دیگه توی اکثر باشگاه هم جیم هستش که به راحتی میتونین استفاده کنین. روال حرکات هم به این صورتی هستش که 3 تا 30 ثانیه در نظر میگیریم، 30 ثانیه حرکت اول، 30 ثانیه حرکت دوم و 30 ثانیه سوم برای بحث استراحت هستش و به همین صورت ادامه میدیم و تکرار میکنیم این روال رو تا به انتها برسیم و یه تمرین جانانه و خفن داشته باشیم. در حین تمرینات از آب غافل نشین، حتما یه بطری کوچیک کنارتون بذارین و بین تمرینات توی تایم استراحت در حد یک تر شدن لب حتما آب سعی کنیم بخورین، کمک میکنه یه مقداری اصطلاحاً بدن ریفرش بشه و اون انرژیتون رو حفظ کنه. و به نحوه سریع حرکات بچه ها خیلی دقت کنین، این سبک حرکات که حالا یه سریعش یک مقداری حالا حالت پرش و این داستان هم بینش داره، اگر حواستون نباشه خدا نکرده مشکلات زیادی به مفاصل این داستان ها انگار وارد میشه و آسیب میبینی خدای نکرده. پس حواستون باشه و اجرای صحیح حرکت اولویتتون باشه. حتی اگر دامنه حرکتی رو کمتر کردین این قضیه اولویتتون باشه که با احتیاط و دامنه صحیح و به نسبت سعی کنین حالا کم کم دامنه حرکتی رو هم کامل‌تر کنین و به همین صورت ادامه بدین. دیگه تمام، بریم سراغ حرکات. توی انجام حرکت اول که گابلد اسکوات هستش کتلبل رو به این صورت در بالا میگیریم، حالا به این صورت هم میتونیم بگیریم و به راحتی بشینیم. حرکت دوم که بلافاصله میخوایم انجام بدیم توی حرکت دوم بچه توی همه تمام حرکات به وارد ثابت، یعنی حرکت اول توی هر دور اصطلاحاً عوض میشه، به این صورت هستش که پا رو همداری بازتر میگیریم. حالا بدون کتلبل بزنم من براتون، دقیقاً به این صورت که میاد بالا میره پایین، دست عوض میشه با این دست دیگه میاره بالا. حالا دقیقاً دقت کنیم به این صورت. توی حرکات بعدی که میخوام اینه، یعنی تقریبا حرکت سوم میشه به عبارت حرکت سوم اسکوات رو میخوایم بریم، پای یه مقداری بازتر از عرضشونه و یک مقداری دقیقا میان ساعت میان پایین، کتلبل رو هم در دست میگیریم و حرکت رو انجام میدیم. حالا باز بلافاصله همون حرکت شماره دو رو انجام میدیم که میومد پایین و میرفت بالا.
خب توی انجام حرکت بعدی اگر که کتربل سبک‌تر داره میتونی سبک‌ترش کنی، چون مثلا قرار یک طرف حرکت رو اجرا کنیم به عبارتی. حرکت همون لانج هستش، منتها در یک طرف وزنه قرار داره و حرکت رو انجام بدین. دقت کردین حرکت ها دیگه به صورت سوپرستیه. حرکت اول، حرکت دوم، استراحت. حرکت اول، حرکت دوم، استراحت. به این صورت دقیقا پیش میره. پس حواستون باشه حرکت ها جفت استراحت و حرکت دومش هم که دیگه طبیعتا ثابته. به این صورت قرار میگیریم و حرکت رو انجام. حرکت بعدی میخوایم بریم سراغ دلیفت، منتها به صورت تک پا هستش. به عبارت یه پا جلو یه پا عقب و همونطور گفتم میتونیم از دمبل یا حالا که تبل سبکتر هم استفاده کنیم که دقیقا به این صورت اجرا میشه. Thank you.
میریم سراغ قسمت انگار پای چپمون که بخوایم حرکت رو اجرا کنیم، دقیقا به این صورت. سراغ حرکت بعدی که به صورت به عبارتی جفت پنجه میشه و میتونیم کمون که دبل سنگینی که اول داشتیم رو این مقداری دیگه بیاریم توی کار. و نکته که هستش بابت موها اصخایی میکنم که این مقداری توی انگام حرکت دیگه خراب میشه و میاد پایین. پا یه مقداری بازتر، حالات سوما میخوایم دلیفت رو اجرا کنیم و دقیقا به این صورت یک فشار خیلی عالی رو میتونیم روی عضلات پشت ران به عبارتی و باسن تا حد زیاد داشته باشیم و عضلات حالا کمر هم به عبارتی کمکی محسوب بشه. دقیقا به این حرکت اجرا کنیم. حرکت مقداری به نسبت پیچیده تر محسوب میشه و دقیقا میسته دید که سعی کنید کتبه رو توی دست بگیرین، پا جلو حرکت لانج، از زیر کتبه رو بدین دست دیگه، بعد بلند میشین. اوکی دیگه امیدوارم که گرفته باشین. دقیقا به این صورت میتونید کتبه سبکتر رو همینجا بردارید. باز حالا این پا دقیقا میاد به این صورت بالا.
خب این حرکت رو بخوام برای بیشتر عضلات پشتی بریم و به این صورت هستش که کتبل در دست دست رو میتونیم از یک تکیه بگیریم، میتونیم هم اگر که آمادگیش داریم که نگیریم به حرکت رو به این صورت اجرا کنیم. حرکت رو میخواییم یه مقدار برای درگیری از عضلات شانه بریم و میتونیم کارا کتبل سنگین تر رو هم برداریم و به این صورت کتبل در دست بگیریم. حالا هم میتونیم از این پایینش بگیریم ولی تعادلش یک مقدار چالش برانگیز میشه، هم از بالاش بگیریم هم حالت گویش به این صورت. تمرین اصلی تمام در حد چند ثانیه، فقط یه سرد کردن ملایم هم با هم دیگه داشته باشیم و حالا من خیلی کوتاه نه انجام میدم، شما اگر که حس کردین نیازه میتونید که یک میمونی بیشتر هم این حرکات سرد کردن رو داشته باشیم، میتونید اون بحث حالا آرامسازی و ریلکسیشن این مقدار براتون کمک کننده باشه. حالا چون این مقدار بیشتر عضلات پا رو درگیر کرده بودیم، این مقدار کشش بیشتری هم میتونیم به عضلات پا انگار داشته باشیم. در این سادگی بچه ها واقعا حرکات نفس دراری هستش و حالا اگر که پاهای ماده باشین تمرین کرده باشین واقعا میتونین که فشار رو به خوبی خودتون حس کنین و خیلی هم عالی بوده. تمام دم غیرت گرم که تمرین خیلی خفن رو با هم دیگه داشتیم و بدون که برات مفید بوده باشه و حسابی تمرین کرده باشی و بهونه دیگه گذاشته باشی کنار. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما ویدیو رو لایک کن و نظرت توی کامنت ها بهم بگو. اگه تمرین خاصی مد نظرت یا مثلا بگو که چه شرطی داری که
مطابق با شرایط شما بتونیم تمرینات بهتری طراحی کنیم و ویدیوهاش در آینده بذاریم که با هم دیگه بتونیم مسیر رو پیش ببریم. اگر تازه با کانال ما آشنا شدی حتما سابسکرایب کن و زنگوله رو روشن کن که کلی نکته خفن و گاهواری داریم، کلی تمرین رو، نکته تغذیه‌ای رو و خلاصه هر چیزی که نیاز داری که به طراحی و برسی توی این چنل برات می‌ذاریم. پس حتما سابسکرایب کن و یه سر به ویدیوهای قبلیمون بزن که کل نکته و تمرین رو اونجا برات گذاشتیم. تمام، دوستتون دارم، متشکرم.